دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به آرچوب. تو این ویدیو میخوام به دو تا سوال در مورد سماده جواب بدیم. سوال اول این که برای سماده کردن چوب از چه شماره یا سماده استفاده کنیم، و سوال دوم این که این فلش و جهتی که روی بعضی از سماده هست معنیش چیه. سوال اول پرسیدید که برای سماده کردن چوب از چه شماره استفاده کنیم. اول اینکه بگیم منظور از شماره این اعدادی است که اینجا می‌بینید. معمولا با پی شروع میشه. هر چقدر این عدد بزرگتر باشه، چگالی یا تعداد دونه‌های سنباده در واحد اینچ مربع، یعنی یک اینچ در یک اینچ بیشتر میشه. هر چقدر این تعداد بیشتر باشه، سنباده‌ای که ما داریم نرم‌تر هست، و هر چقدر کمتر باشه این سنباده زرب‌تر میشه. پس منظور از سنباده این هست: 150، 180، حتی 60، 2000، 2500 و اعداد ما بین این خیلی زیاد داریم. اما از چه شماره از سنباده استفاده کنیم؟ واقعیتش این هست که هیچ فرمول و هیچ استانداردی برای اینکه من از چه شماره استفاده کنم وجود نداره. کاملا احساسی و کاملا تجربی هست. با توجه به چوب زمینه‌ای که دارید و با توجه به اینکه می‌خواهید از چه سطحی به چه سطحی برسید، باید این پرداخت انجام بدید. فقط یک نکته اساسی در این وسط وجود داره. اگر شما یک سطح صافی دارید و مثلا می‌خواید پرداخت با سنباده 400 رو انجام بدید، با توجه به این سطحتون باید از استپ‌های مختلف سنباده استفاده کنید. نمیتونید یک دفعه بیاید اون سطح مثلا خشن رو با سنباده 400 پرداخت کنید. اول باید مثلا با 80 برید، 100 برید، 120 برید، 220 برید، بعد کم کم برسید به اون گریدی از سنباده که باید استفاده کنید. اما سوال دوم، یکی از دوستان گفته بود که این جهتی که روی بعضی از سنباده هست جهت سنباده کاری رو به شما نشون میده. نه خیر، این درست نیست. برای سنباده همونطور که از جنس روش و لمس کردن روش کاملا قابلیت درک داره، براش مهم نیست که شما سنباده رو از کدوم جهت استفاده کنید. البته روی چوب مهم است که در جهت روی چوب باشه. این فلشی که اینجا میبینید جهت فشار رو روی سنباده هایی نشون میده که بکینگ اونا، یعنی پشت اونها، بافت داره. مثل این سنباده که پشپارچه ای هست. پشپارچه یا سه تا جنس داره: جنس X داره، جنس L داره و جنس J. جنس J برای چوب مناسب هست چون فلکسیبل هست و تنش ها رو خیلی خوب میتونه تحمل کنه. بنابراین این فلش جهت فشار رو نشون میده. مثلا من اگه بخوام از این سنباده پشپارچه ای توی درام سندر استفاده کنم یا توی بلت سندر ها استفاده کنم، باید جهت فشار من به این سمت باشه به دلیل بافت تاروپودی که داره. به همین دلیل هست در سنباده های پشت کاغذی ما این فلش رو نمیبینیم، چون کاغذ بافت نداره که برای ما مهم باشه فشار از کدوم جهت به سنباده، به پشت سنباده در واقع وارد میشه. امیدوارم تونسته باشم به این سوال به خوبی جواب داده باشم. سعی کردم ویدیو کوتاه باشه. هر سوالی دارید بپرس، ما در کامنت ها بهتون جواب میدیم. اگر هم فکر میکنید این ویدیو جذاب بوده و براتون مفید بوده، به دوستانتون هم این ویدیو رو نشون بدید با شیر کردن این پست به اونها.